سقوط موازی های دولتی در لغمان رئیس ستاد ارتش کشور به رفت هشتمین روز تظاهرات در فاریاب معترضان از دول لغمانی این ولایت را ترک کند بنام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر ویدیوهای این چینل خوش آمدید سقوط موازی نیروهای دولتی در ولسوالی لغمان رئیس ستاد ارتش شبانه به لغمان رفت یاسین زیا رئیس ستاد ارتش و سرپرست وزارت دفاع ملی برای بررسی وضعیت امنیتی لغمان به این ولایت رفت همزمان طالبان ادعا دارند که جنگیان این گروه یک قرارگاه و دو پاسگاه نیروهای دولتی را در مربوطات مطرلام مرکز لغمان تصرف کرده و دهان نیروی دولتی نیز اسیر شدند زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در تویت نوشت که شامگاه شنبه یک جوزا در منطقه گنگوان یک قرارگاه بیز بزرگ و دو پازگاه سقوط کرده است او مدعی شده که تعداد زیاد از نیروهای دولتی اسیر شده و شمار تانگ و از اسلحه به دست طالبان افتاده است در نوار ویدیویی که مجاهد منتشر کرده اسیران نیروهای دولتی دیده می مسئولان امنیتی تاکنون در این زمینه چیز نگفتند اما وزارت دفاع ملی از سفر شب هنگام رئیس صدا در تش لغمان خبر داده است فوادمان ماون سخنگوی وزارت دفاع در تویت نوشت که یاسین برای بررسی وضعیت امنیتی شب گذشته به ولایت لغمان سفر کرد به گفته امان آقای زیا با ولی و مسئولان ارشد لکمان وضعیت امنیتی را بررسی کرده و روی پلانهای جدید امنیتی و عملیات تصفیوی گفتگو داشته است او گفته که قرار است یک عملیات بزرگ تصفیوی در ولسولی های لکمان را اندازی شود و تازگی ولسوالی دولتچای این ولایت پس از یک ماه محاصره به دست طالبان افتاده است همزمان دو ولسوالی میدان نیز به تصرف طالبان درآمده است هشتمین روز تزاورات در فاریاب معترضان از داود لغمنی خواستند این ولایت را ترک کند تظاورات باشندگان ولایت فاریاب علی ولی جدید این ولایت وارد هشتمین روز خود شد معترضان روز شنبه یکم جوزا در هشتمین روز این تظاورات با پوشیدن کفن در برابر لوای اول قل اردوی این که دفتر کاری محمد داود لغمنی از تجمع کردند آنها از داود لغمنی خواستند که فاریاب را ترک کند محمد زایر از عضو شورای عالی جوانان و از خبرنگاران محلی فاریاب در صحبت با روزنامه هشت صبح گفت که تظاهرات روز شنبه گسترده تر بود و معترضان برای اولین بار در درب لوای اول قلوردوی 209 شاین تجمع کرده بودند. به گفته ای او معترضان هشدار دادند که اگر ولی جدید فاریاب شهر منمنه را ترک نکند مسئولیت رفتارهای خارج از تظاهرات مسلط آمیز و درگیری با لوای ارتش به دوش حکومت خواهد بود طبق معلومات اطراف مقر ولایت فاریاب در کنترل معترضان است و خیمه یکی برای زنان و دیگر برای مردان برپا شده است در همین حال احسانی رو سخنگوی حزب جنبش به ریاست مارشال دوستم میگوید که هیچ گونه مذاکرات درباره حل مسئله فاریاب صورت نگرفته است و گفته او مردم در ولایت های دیگر نیز برای برپایی تظاهرات آمادگی میگیرند و در صورت که حکومت به خواست معترضان رسیدگی نکند مسئولیت اقدامات بعدی به دوش حکومت خواهد بود تظاهرات در مخالفت با معرفی والی جدید فاریاب در شهر میمنه پس از اعلام را برنامه معرفی محمد داود لغمونی که در سیوم سور به این سمت گماشته شد شکل گرفت پیش از آن نیز تظاهرات در دست کم چهار ولایت شمال و شمال شرقی کشور برگزار شده بود قرار بود محمد داود لغمونی در 25 ماه سور معرفی شود اما با دو روز تاخیر در لوای اول قلوردی دسد نویشوین در شهر میمنه و کارش آغاز کرد معترضان مانی نشست سوا پیمای حامل لگمونی در 25 سور شده بودند. شعارهای مثل اعلام دولت فدرالی نیز از سوی معترضان سرداده شده است. برخی از تصاویر نشر شده در جیجان روزهای گذشته نشان میدهد که معترضان اسلحه نیز برداشته و در مورد پرچم را زیر نام ترکستان حمل کردند. از نظر دولت معترضان باید به با ولی جدید فاریاب اجازه خدمتگذاری بدهند و پیش از پیش قضاوت نکنند. ایجاد شورای عالی دولت و مسئولیت تاریخی کارگزاران قدرت هشت سو کابل جوامع چند قومی و چند هویتی که در کنار این که از زندگی های برخوردار هستند تعدید های نیز متوجه آن است افغانستان نمونه بارز این نو جامعه است که در دو قرن اخیر این چندگانگی و فرنگی خود را در مناسبات اجتماعی و سیاسی پیشتر دخیل ساخته است بنابر واقعیت تاریخی که افغانستان آن را تجربه کرده است این چند رنگی که ای در بستر اجتماع همچنان از گذشته وجود داشته و با شکافتن و فروپاشی نظم سیاسی سنتی در افغانستان به صورت جدیتر و فرهبتر از گذشته متبارز شده است چنین جامعه در صورتی که از بنیادهای فرهنگی تسلطگرا و دموکراتیک سم برده شده باشند چندگانگی موجود در جامعه به فرصتهای قومی و قوی تبدیل می شود اما در اوضاع جامعه مثل افغانستان این را به شکل چالش حضور کرده است می کند پرسش اساسی این است که اساسا چرا اینگونه گونه شود پاسخ این سوال در تحلیل عمیق نظام سیاسی و ساختار سیاسی همچنان کارکرد دستگاه حاکمه کشور نافته است زیرا نهاد قدرت اجتماعی و سیاسی خلق می و هرگاه این طاقت های سیاسی در راستای وحدت و یک پرچگی مسلط آمیز و انسان محور جامعه نباشد نیروهای متضاد به وجود می دقیقا این نیروهایی که از بنیاد یک واکنش خیر ملی و خودخواهانه نظام سیاسی ساختار سیاسی و کارگزاری سیاسی در بدن جامعه حضور پیدا می کند دفاع از حقوق و هویتشان در پیکر جامعه است صاحبان قدرت در این گونه جامعه از پالیسی های یک رنگسازی جامعه پیروی پی می و از کسرت طبیعی را در بستر جامعه نمی, نمی نظام سیاسی را بر اساس تفکر قوم غالب به نام و ساختار سیاسی را تعریف میکنند که از طریق سیاست های غالبه و آمرانه را تعمیل می سازن. بقای همچون نظام ها و استثمار قدرتشان در این است که روحیه خودی و بیگانه را در سطح کشور به صورت بنیادین القا کند این نوع نگاه به سیاست و ساختار سیاسی در جامعه چند پارچه سبب شکاف های اجتماعی می شود و گنش های خسمانه را زمینه سازی می و بدتر از همه این که دستگاه سیاست و نهاد قدرت را در جایگاه مالک قرب مگمارد و دیگر آن را مستحق سرکوب و محکم به همرنگ شدن با صاحبان قدرت می داند در صورت که چنین باشد عملا جامعه و دولت با بحران خطر مواجه می شود تجربات تاریخی در این کشور خیلی هزینه و گران است اما خوب است در این فصل تاریخی نوین کشور از آن تجربه های تاریخی یکی یکی پن گرفته شود و حال و آینده این سرزمین بر بنیاد آگاهی و دست ربلت از گذشته و همین طور ترویج و نهاده سازی روحیه دموکراتیک و کثرتگرایی سیاسی فرهنگی در همسویی و همپذیری در جامعه سازمان داده شود تکرویی سیاسی و یا تحکیم سیاسی در دنیای امروز دیگر خریداره ندارد و ظرفیت برای حل و پذیرش آن نیز در میان مردم دیده می شود پس جایگزینی ایده های تنگسازی و غالبانه فکر و عملکرد در جامعه مانند افغانستان قبول کسرتگرایی سیاسی و فرهنگی است ترسیم ساختارهای همشمول و عادلانه قدرت است این کار به نفع تمامی شهروندان و نخبگان گروهی و قومی مختلف افغانستان است